صندوق بینون پول و وزرای دارایی کشورهای حوزه پولی یورو پس از مذاکراتی که تا ساعات اولیه ی روز چهارشنبه به طول انجامید برای پرداخت وام جدیدی به یونان به ارزش ده دهم میلیارد یورو به توافق رسیدند. رئیس صندوق بینون پول در پایان این نشست گفت ما از این واقعیت که مشخص شد یونان باید سطح بدهی هایش را کاهش دهد تا به ثبات برسد و این کار را نمیتواند به تنهایی انجام دهد استقبال می همچنین از روشی که برای رسیدن به این پایداری و ثبات به تصویب رسید For how to صندوق اجرای اصلاحات برای کاهش سطح بدهی های یونان را که همکنون میزان آن 180 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است پیش شرط مشارکت در برنامه کمک به این کشور مطرح کرده بود وزیر دارایی یونان در واکنش به این توافق گفت فکر می کنم هنوز هم جایی برای خوشبینی وجود دارد زیرا این کار احتمالاً می تواند پایانی بر دور باطل سیاست های ریاضتی رکود اقتصادی و آغازی برای چرخه فضیلت باشد و را راه روشنی را به سرمایه گذاران نشان دهد تا به سرمایه گذاری در یونان بپردازند. دو روز پیش از این توافق پارلمان یونان در یک فضای اجتماعی پرتنش در این کشور اجرای دور جدیدی از اصلاحات و برنامه های ریاضت اقتصادی را در ازای دریافت وام جدید تصویب کرد.